این فرصت فرار وای بابا خب بزنیم و گل چی گلی رو میزنه تیم چلسی. سلام رو بخش یوتیوب، خوش اومد به چنل خودتون. اینجا چنل امیر احسان، اومدی بریم به سراغ نجات چلسی. چلسی که چلسی تنهاست. چلسی الان در 14ام جدول و با 5 امتیاز در 5 مسابقه، یعنی میانگین کلا 1 امتیاز گرفته و اومدیم نجات بدیم چلسی از این وضعیتی که داره. خریدهای بیشتر الان بچا کار توی نجاتمون سعی می‌کنم، حالا نظرتون رو بنویسید بگید، بیشتر سعی می‌کنم روی مدیریت باشگاه و اینکه بازیکن‌های خوب بگیریم تیم بشه، بدیم تیمو جمع بکنیم و سعی می‌کنیم با کمترین بودجه این کارو انجام بدیم که خیلی چالشی تر بشه. حتما لایک سابسکرایب بکنید، تیمی که دوست دارید نجات بدم حتما داخل کامنت ها بگید. بریم با هم دیگه به سراغ چلسی. خب ما بچه اومدیم به سراغ تیم چلسی. من یه لحظه تیمو ببینم به چه شکلیه ترکیب تیم. این چه ترکیبیه؟ چرا سه دفاعی دارید بازی میکنید شما؟ چه تیم درب داغونیه این؟ باید قشنگ جمع شه این تیم. اولا این ترکیب به درد نمیخوره برای شما، فعلا تستین رو بازی کنید ببینیم چه جوری بازی میکنید. اگه هم سه دفعه بازی میکنید به نظرم حداقلش سه مهاجم باشیم بچه ها، دو تا الم و آر ام باشه، خیلی ترکیب خوب میشه. اگه یه دونه بازیکن اینجام داشتیم عالی میشد. این شکلی هجومی ترسناک. خب خوبه همین، بذار همین رو بازی کنیم. آقای انزو فرناندز رو داریم وسط که چرا اینقدر اوورالشون پایینه. الم خوبه اونجا، یه آر ام بچه، یه آر ام اف میخواییم ما، یادتون باشه. بعد تو دفاع هامون این آقا رو میندازیم بیرون. انکونکو رو داریم که اومده در تیم چلسی و انکونکو رو میاریم پشت نیکولاس جکسون. ما یک مهاجم نوک میخوایم و که حداقل قدرت. وای چقدر بازیکن میخوایم، این چه تیمی آخه من نمیدونم. ما برای اول کار یه دونه آر ام اف میخوایم، یه آر ام اف و یک مهاجم نوک فعلا برای این ترکیب ما میخوایم. خب ترکیبو چیدیم، بریم به سراغ خریدهایی که میخوایم انجام بدیم اول فصل برای این تیم. بودجه حقوق 5,447,000 بودجه نقل و انتقالات داریم. 147 میلیون فکر کنم اوکی و کافی باشه. خیلی بازیکن‌های خفنی نمیتونیم بخریم ولی خب فکر کنم بتونیم کارو در بیاریم. بریم سراغ جستجو. کای هاورتز رو داریم که میتونه تو اون پست بازی کنه. اودگارد رو داریم. نه اینا اوورالاشون بالاه. مثلا اینا رقمشون چقده؟ دوره مذاکرات 99 میلیون میخواد مثلا این بچه. بودجه نقل و انتقالاتمون میره همش. نه 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 اینا اصلا نه. مثلا گابریل جسوس رو میشه به عنوان مهاجم نوک گرفت ولی فعلا بذارید من باید بچرخم. آنتونی هم خوبه. ببینیم آنتونی 66 میلیون میخواد. 66 تا بخوایم بهش بدیم دو هم زیاده براش. خب حقوق سالیانت رو میبرم بالا تا 6 میلیون میکنم. بعد قراردادت هم میبرم 3 ساله میکنم. اسکل داری 66 میلیون میگیری. جایزه گل هم میذارم برات، جایزه برد هم میذارم برات. بیا حالا به دنبال یک بازیکن مهاجم نوک هستیم. جرارد مورنو ویارئال ببینم چه جوریه وضعیتش. قیمتش خوبه 22 میلیون و داداش 26ش میکنم. خب حقوق سالیانت هم یه ذره میبرم بالا. سنش چقدر بود؟ 31 سالشه. خب 24 بسته. حقوق سالیانت یه ذره میبرم بالا. قرارداد دو ساله بیا اب نداره. جایزه گل هم بهت میدم. بیا ببینم پسر، فقط من باید بودجمون رو ببینم. بذارید یه ذره بریم جلو ببینیم آیا اونا میپذیرن یا نه. ما شاید اصلا بودجمون نرسه با خرید اون بازیکن ها. نمیدونم چقدر هزینه کردیم براشون دقیقاً. او مذاکرات شکست خورده با جرارد مورنو، مثل اینکه یکم مدیرش گفته اون واقعا بازیکن مهمی برای تیمه. بنابراین من شک دارم که امیدی به موفقیت و توافق در مذاکره وجود داشته باشد. خب ببینیم چیه داستان. حقوق سالیانه این چیزی که ما بهش پیشنهاد دادیم، بله دو تا نپذیرفتن و خیلی الان داره تیم فشار میاد روش. بریم به سراغ خرید. آدم تراوره رو داریم، خیلی هم خوب میدو احتمالاً شتوب 99 بچه ها. خوبه آدم تراوره رو بهش پیشنهاد بدیم که قبلا در بارسلونا هم بازی کرده. بچه‌ای که میدونن بیا بیا ببین من تا 15 بهت میدم. خوبه بعد حقوق سالیانت رو 3,900 بهت میدم ولی 4 ساله میارم دیگه. گلم بزنی بهت جایزه‌ام میدم. بیا که ببینم میپذیری یا خیر. خیلی بودجه حقوقمون پایینه. ای فیلیپ اندرسون داریم بچه ها از تیم لاتزیو برزیلیه، اونم میخوایم بخریم واسه آرمفمون.
16 میلیون میگیره، ما اینو تا 17 میبریم بالا، قرارداد 3 ساله میبندم باد، ولی 4 میلیون بهت میدم، جایزه گلم بهت میدم. آره دیگه جایزه گلم بهت میدم. آره بیا ببینم پسر، بودو بیا، ما دو تا بازیکن میخوایم، ما مجبوریم فعلا کارو این شکلی در بیاریم بچه‌ها. مهاجم نوکم فعلا بی خیال میشیم. خب بچه‌ها مثل اینکه پذیرفتن، من جفتشو میگیرم. خب بچه‌ها بودجمون دیگه نرسید و فقط آدم تراوره رو خریدیم، گفتم بودجمون تموم میشه. الان 1.7 بیشتر بودجه نداریم ما و کلا یه پست رو تونستیم تقویت کنیم. خب آدم تراوره میاد سر تمرین تیم چلسی و از فولام به چلسی پیوست، بازیکن جدید تیم چلسیه که امیدوارم این پسر موفق باشه در تیم خودش. تو باید بیا اینجا بازی کنی. بعد هفته اول داریم و بالاخره دیگه جزیره شروع میشه برای چلسی. هفته اول با استون ویلا بازی داریم. متاسفانه خریدهای آنچنانی نداشتیم، ولی خب آدم ترورال خریدیم اون پستی که تو ترکیبمون نیاز داشتیم و فعلا اوکی کردیم تا نیم فصل ببینیم که چی میشه. خب اولی مسابقه هست با استون ویلا رو رد میکنیم، ببینیم که چیکار میکنه تیم ما. خب 1-1 کردیم با استون ویلا، پس این یعنی چی؟ یعنی تو حمله کردن ما ضعف داریم. این اولین چیزی که به دستمون میرسه. در هفته بعدی، در هفته دوم، ولورهمتون رو داریم. ولورهمتون 12 جدول و اونم مثل مساوی کرده بوده. ببینیم که در مقابل شکار میکنیم. 3-1 ولور رو بردیم بچه ها، 3-1 ولورهمتون رو بردن و عالی، تا 4 اومدیم بالا. خوبه بچه ها تا اینجا عالی. خب مثل که یکی پیشنهاد اومده، آخه 800 چرا؟ ارزشش 1 میلیون. بابا بیا برو بالا یه ذره وایسا. تنظیم خاطر دادم داداش، ببین اگه تا 1500 تا اینقدر بده، خب مال تو 1300 مال تو، وردار ببر مال خودت، هر کاری هم دلت میخواد باش بکن، فقط به ما یه ذره رقم بالا بده. پیشنهادات دیگه اومده برای مهاجمای دیگه‌مون، پیشنهاد خوبی اومده برای بازیکن 64مون، ارزشش 4 میلیونه ولی خب رقم پایینه. داداش میری بالا بده 400 میدی بده وردار ببر. من دارم وسط یه بازیکن خوب میذارم تو کاست، لطفا وردار ببر اینو با خودت. ساعت‌های پایانیه و ما باید این وسط بفروشیم بازیکن. نه 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 وردار ببر اینو. 300 مونده تا پایان نقل و انتقالات، من جا بشتم با اینا بحث بکنم. 1,300,000 و چی شد؟ هنوز جوابمون نده؟ خب دیگه بازیکن دیگه پیشنهاد براش نیومده. 64 میلیون، 64 میلیون برای ریس جیمز. ببینم که ارزش واقعش 71 میلیونه. باجی به دردمون میخوره، ولش کن. بذار من یه لحظه دمبله رو چک بکنم، شکارچی هدف. الان 1,800 ما پول داریم. کمه برادر کمه. بذار پس ما رئیس جیمز رو بفروشیم. چقدر بدبختیم خدایا، میبینی ما پول نیاز داریم. خب ما فقط برو دیگه کاری نمیتونیم بکنیم. برو داداش برو. 1 ساعت مونده تا پایان، ما باید سریعا بازیکن بخریم تو این 1 ساعت. خب 6 میلیون الان بودجه داریم. یس بچه‌ها مثل که نمیذاره دیگه، میگه تایم کافی نیست برای خریدن بازیکن. قرضی هم نمیشه گرفت، نمیشه مثل که 6 میلیون بودجه داریم، ولی خب اب نداره، نیم فصل بد میکشیم بالا، اب نداره، پنجره رو بستید برای ما. اینا نامردیه، این فوتبال ها، این چه فوتبالی شما بازی میکنید؟ بله در هفته سوم با برنلی بازی داره تیم چلسی، امیدوارم برعکس این بازی رو ببرن. 2-0 باختید از برنلی، خیلی وضعیت داغونه، یعنی ما باید تو نیم فصل اینقدر با فلجانه بریم جلو. بذارید من ترکیب رو عوض کنم. پس زده آدم و تراره ناتوان در تمام کنندگی، حالا چون ما خریدیم ناتوان شد. خب بچه این ترکیب نهایی ما شد، دوباره ترکیب رو عوض کردم، فرمتش رو، شاید بتونن بازی رو در بیارن بچه ها با این تیم. هفته چهارم با تیم چلیغوز انگلستانی بازی داریم و 4-1 بردیم. خب این تیم ضعیف است، ولی خب قطعا تغییرات ما هم جواب داده و مرسی بچه ها. هفتم جدولی با 7 امتیاز. در هفته پنجم اورتون رو داریم، تیم خوبی بوده تا الان، 7 امتیاز اونم مثل ما دقیقا گرفته. اورتون رو ببینم چیکار میکنید. 1-1 کردیم با اورتون. چلسی خیلی وضعیتش داغونه بچه ها، 8 امتیاز و داریم دست و پا میزنیم با چلسی. شفیلد یونایتد در هفته ششم رو داریم، 1-1 بردیم و سوم جدولیم با 11 امتیاز. سیتی با امتیاز کامل در صدر جدوله و کلا دو گل خورده. خب در هفته هفتم با تاتنهام بازی داریم. تاتنهام 10 جدول، وضعیتش
با ما از ما بدتر و ما الان 11 امتیازیم. با تاتنهام رو رد می‌کنیم، ساعت 15 و 1-1 کردیم با تاتنهام. ما به تاتنهام 1-1 می‌کنیم، قطعاً به تیم سیتی بد می‌بازیم. و پنجم جدولیم، فعلا وضعیت اوکیه. هفته هشتم وست هم یونایتد داریم. ما داریم سعی میکنیم یک وضعیت خوبی رو برای چلسی درست بکنیم. حتما نمیخوایم الان بره جای سیتی رو تو صدر بگیره. سیتی خب تیمش خیلی خفن تره. بریم بازی با وست هم رو رد بکنیم و یکیش باختیم و خیلی شیک تر میزنیم توی بازی. باری کلا وست هم کجا بود؟ وست هم دقیقاً هم امتیاز ماه الان. بله، در هفته نهم با آرسنال بازی داریم. مثل اینکه آرسنال سوم جدوله و بازیش میتونه مهم باشه، ولی ما ردش میکنیم و ما 3-0 از آرسنال باختیم. من حدس میزدم بد میبازیم از آرسنال و الان 11 جدولیم، بدترین رتبه ممکن برای تیم چلسی. در هفته دهم برینفورد رو داریم. کارو در بیارید، خاک بر سرتون، برینفورد رو باختیم. وای وای بچه، نیم فصل من منتظر نیم فصلم. فقط بریم بازیکن بخریم واسه شون، چند تا بازیکنم میفروشم. هفته 11 هم نیوکاسل و چلسی رو داریم. بریم بازی با نیوکاسل ساعت 4 بعد از ظهر. 1-1 با نیوکاسل. آخه چقدر داغونه این چلسی الان. و هفته 12 با لیورپول رو داریم. باید دیگه با لیورپول بازی کنیم. لیورپول نهم جدول، لیورپول چرا خراب کرده؟ بریم با لیورپول بازی کنیم و امیدوارم این تیم به خودش بیاد. واقعا چه وضعیته. بریم به سراغ مسابقه. بله، اومدیم در خدمت شما با مسابقه جذاب و دیدنی چلسی لیورپول که همیشه جذاب بوده. چلسی به بیرون، فرصت، این ضربه از رحیم استرلینگ. رحیم چیکار کردی؟ به پایین، فرصت هست، این پایین، فرصت، بزن، گلو میزنه. تیم خوب چلسی گلو میزنه. اینه، حتما من نباید بیام که چیزی شما باید خودتون نشون بدید. نیکولاس جکسون، توپگیری عالی جکسون. به پایین، فرار آدم تراوره. شماره که نوه به این پسر دادن، آدم تراوره، بفرست روی دروز این سر به واش. فرصت برای ساعت از روی دروازه میفرستن، بزنه یکی اونجا. به پایین، انکونکو، رحیم استرلینگ، رحیم استرلینگ، وای توپگیری عالی، میتونست رخ بده و یکیچی مسابقه رو با گل نیکولاس جکسون برد چلسی. و بله بچه ها، اومدیم به 11 جدول با 16 امتیاز و به یک امتیازی لیورپول رسیدیم. لیورپول هم وضعیتش خوب نیست. در هفته بعدی با چه تیمی؟ با ناتینگام فارست بازی داریم. هفته 13 رد کنیم ببینم با اینا چی کار. 3-0 بردیم، باری کلا بچه ها. ما شرا 9 جدول، 19 امتیاز. هفته 14 با یونایتد بازی داریم. خب میریم که یونایتد رو رد بکنیم. ببینیم که با یونایتد 4-1. این تیمی که امیر حسین بسازه یوهو برمیگرده. یونایتدی که بالا بود، ببینید ششم جدول بوده، حالا ما بردیمش اومده پایین‌تر احتمالاً چون بالاتر بود. هفته بعدی با کریستال پالاس ساعت 15 در ورشوی کنامی استادیوم. کریستال پالاس رو ببرید برعکس، من به شما ایمان دارم. 3-1. هشتم جدول با 25 امتیاز. هفته بعدی، هفته 16 هم با بورنموث بازی داریم. تیم چلمنگی ها، باریکلا. 4-1 پرگل داریم میزنیم. ترکیبمون رو پیدا کردیم، 28 امتیازی هستیم و تیمای دیگه هم دارن میبرن و ما هفتم جدولیم. لیورپول فعلا کشیده شده پایین. هفته 17 منچستر سیتی رو داریم. بریم به سراغ بازی با منچستر سیتی ببینم بازیکن مصدومی چیزی نداریم، محروم خوشبختانه خیر. بله، بازی چلسی و منچستر سیتی در خدمت شما هستیم. فرصت هست، این ضربه درآورد، گله. برعکس رو باید یه ذره تمرین بهشون بدم، علاوه تمرینی یه ذره مشکل. آها خطا، این کنکو، فرصت پایین، فرار ها روی دروازه، این ضربه دوباره برمیگرده. فرصت، وای چی شد، توپ کو، وای فرصت، وای ماشاءالله. برید تو دفاع، نباید گل بخوریم. خوردیم، هالنده دیگه بچه، هالنده. بگیر ببینم آقای، وای پنالتی میگیره داوری که منچستر سیتی خریده. هالند میگیره گلر. این سیو خودش یه گله. جواد خیابانی، این فرصت، فرار،
فرار. وای بابا خب بزنیم و گل. گل چی گلی رو میزنه تیم چلسی و توی دروازه، جایی که باید گل زده میشد. فرصت هست. هالند نباید بشوته بچه ها، هالند نباید بشوته. یکی دیگه اومد شوت زد. مساویو گرفتیم. بله مساوی میگیره از سیتی. خوب بود مساوی. خب هفتم جدول با 29 امتیاز، هفته 18 با برایتون بازی داریم. برایتون هم خیلی خیر اینجور تیم‌ها رو میگیره، امیدوارم ببریمشون. 0-0. بله 30 امتیازی. خب من به این بچه‌ها تمرین باید بدم. خب رسیدیم به نیم فصل، اولین روز نقل و انتقالات. بچه‌ها میخوام بازیکنای قوی بخرم، خوب چند تاشو میفروشم، چند تا خوب میخرم. تییاگو سیلوا رو میخواد، نوریچ میخواد. چند سالشه تییاگو؟ 39 سالشه بچه‌ها. خب و من ترجیح میدم که تییاگو سیلوا الان از تیم ما جدا بشه و خداحافظ داداش. سنت بالای، الان میخوام چیکار 39 ساله رو من. کریم 36 سالشه، اگه بخواد بیاد با چه رقمی میاد؟ 20 میلیون حقوق سالیانشه. بیا برو تو رو قرآن. ایساک 24 ساله و سوئیسی، 4 میلیون. این کاملا رقم منطقیه. 3 ساله میکنیم، جایزه گل هم بهت میدیم. خب حقوق سالیانش رو یه مقدارم بالاتر میبریم ها. امیدوارم که بپذیرن که بیاد در تیم چلسی بازی بکنه. بعد دیگه آی کینگز کومن رو داریم، 28 سالشه، 5 میلیون اینا میگیره بیاد. به ایشون هم پیشنهاد میدیم، تا 78 میلیون بهشون میدیم، ولی 4 ساله میبندن بود. همین 5 میلیون هم بسته. فعلا دو تا بازیکن رو پیشنهاد دادیم، ببینیم که چی میگن. خب آقای توموری بچه‌ها از تیم میلان رو میخوایم بهش پیشنهاد بدیم. خب حقوق سالیانت هم یه ذره بردم بالا، ولی 4 ساله باد میبندم، 3 ساله باد میبندم. بیا ببینم که چیکار میکنی. پیشنهادات ما آقای توموری و حقوق سالیانش رو گذاشتن روش. خب بچه به نظر من ایساک رو بخریم، البته ایساک مثل اینکه نپذیرفته، فقط کومان پذیرفته، اونم تازه 85 میلیون میخواد، 6 میلیون یعنی گذاشته روش. ولی خب وای نه خریت محضه. بیا آقای کومان بیا، 85 میلیون خریدیم، با 7 میلیون الان برامون مونده. خب یه مهاجم نوک میخوایم. موسا دیابی رو داریم بچه ها، ببینیم موسا دیابی رو میتونیم بخریم. 4 میلیون میخواد. داداش تو بیا، من 5 میلیون بهت میدم. خب فقط بیا، 3 ساله هم بهت میدم، جایزه گل هم بهت تو میدم. بیا فقط بیا، من واقعا مشکل مهاجم نوکی دارم. همینطور که میبینید کومان به این تیم پیوست، به تیم چلسی، و ببینیم که پذیرفته بیاد یا خیر. آقای دیابی بله میگه اصلا اونا هیچ علاقه برای فروش این بازیکن ندارن. بچه داروین نونیز رو داریم پیشنهاد میدیم، بیا من تا 6 میلیون رو میدم، اینورم تا 75 تا رو میدم، جایزه گلم اینقدر بهت میدم، ولی 4 ساله میبندم ها، بگم تا 3 سال میبندم بات. ببینم که چی کار میکنی آقای داروین نونیز، من خیلی به علاقه دارم به بازی تو، لطفا بیا. خب شرایط تعیین شده است، پرداخت هزینه آزادسازی او به معنای مذاکره با باشگاهش نیست. هزینه آزادسازیش رو گفتن 75 میلیون و شرایط مبلغ 75 میلیون، حقوق سالیانه 6 میلیون میخوان. خب اوکی دیگه، دیگه داریم میگیریم دیگه، 75 میلیون 6 میلیون سالیانه. بله خرید دیگه و 43 میلیون، 1 میلیون 100 هم فعلا بودجه داریم که به درد عممو میخوره. فقط من لحظه آخری ترکیبو بچینم. داروین نونیز به باشگاه اومده و داره خوشوبش میکنه. داروین نونیز داداشمی، ترکیب جانانه که آقای رئیسن داره میچینه واسه تیم چلسی. بریم اینجا ببینید داروین نونیز میاد میره کجا؟ میاد میره نوک حمله. بچه آقای کومان میاد میره جای ایشون و ما باید ترکیبمون رو سه مهاجمش کنیم این شکلی. و همینجا بچه من به پایان میرسونم این پارتو. اگه دوست داشتید پارت بعدی رو و کلا در مورد این مدل و این چالنجی بازی کردن رو حتما بگید نظرتون رو. دمتون گرم، لایک و سابسکرایب بگو، زنگوله رو هم بزنید. دمتون گرم تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.